آیا خامنه ای موفق شد با آوردن رئیسی جلاد مانع گسترش نیروی برانداز و حرکت‌های اجتماعی شود؟ سکوت یک جامعه برای یک حاکمیت شاید در ظاهر ولی در زیر پوست حرکت میکنه. زیر پوست که حرکت کنه یک مرتبه این دمل میشکافه. کار به جایی رسید که در وحشت از قیام صحبت از فضای قانونی برای اعتراض میکنند. در این شرایط باید راه‌های قانونی را برای این اعتراض‌ها باز بگذارند، به طوری که هم از بی‌نظمی‌های منجر به ناامنی فراگیر جلوگیری کنند. دشمن به طور دائم داره کار می‌کنه برای اینکه جوان‌ها رو مایوس کنه، منحرف کنه. مسئله دشمنان داخلی و خارجی همیشه راه را برای منحرف کردن اعتراضات مشروع به اعتراضات براندازانه هم بار کرده است. یه تقی به توقی میخوان میگن امنیت خود الان به هم خورد. که ببینید زمانی نگاه امنیتی حاکم میشه که بخشی از حاکمیت یا ضعیف است. یک رسانه حکومتی نوشت وزارت کشور نظامی نشان دهنده این است که به استانها با نگاه امنیتی نگریسته شده است. در راستای فهم این موضوع میتوان به حوادث سالهای 96 و 98 در برخی از استانها توجه کرد. دستگاه‌های زیادی مشغول برنامه ریزی هستند، در کارن برای اینکه جوان ایرانی رو دچار افسردگی کنند، دچار ناامیدی کنند. اما آخوند روزپیکر در سپاه آبادان تعارف را کنار گذاشت و به صراحت گفت متاسفانه نسل جوان چیز دیگری فهمیده و الان به آن کسانی که قاتلان شهدای ما بودند یعنی منافقین احسنت میگویند. تلاشتون این باشه که جووناتون رو حفظ کنید. دشمن دائم داره برنامه‌ریزی میکنه. این عکس‌های سران منحوس آخوندی را در انتقام از کشته شدگان بیماران کرونایی به آتش میکشم. مرگ بر همه این سران منحوس. درود بر رجوی.